این مذهبیون عمیانا در دنیا دارن لاروبی میکنن تاریخ رو، یعنی تمام لجنهای تای آب رو دارن میان روی آب. یک گزارشی میخوندم از هفته‌نامه شترن از افغانستان، نگاه کنید، اسم این گزارش بچه بازیه و همین لحظه بچه بازی در افغانستان کی رواج داده؟ مذهبیون، گروه طالبان، بیشتر در هلمند در نایه لشکرگاه. و گزارشی داده مشاهدات یک دختری به نام شیرین، روزی که جنگ سالاران به خانش ریختن یک پسر بچه 13 ساله رو با خودشون بردن، معلوم شد اونو میخوان برای یک استفاده های جنسی و استفاده از اونها در خدمات منزل و خانه، چون داشتن بچه امروز در میان جنگ سالاران، فرماندهان پلیس یا شخصیت های مؤثر مذهبی نوعی نشانه رفاه، عظمت و قدرت. این که بچه تو خونش داره، این بچه ها رو لباس زنانه می پوشنن، لباس دخترانه، در مراسم تو جشن ها ازشون استفاده می کنن، بهشون تجاوز می کنن. اصلا اسفناک اتفاقی داره در دنیا می افته. و نگاه کنید با آقای سعید طوسی، آقای سعید طوسی قاری قرآن، استاد معلم قرآن در مملکت ما، چه جنجال هایی به پاش. واقعا وقتی میگم لاروبی دارن میکنن، همین تمام لجن ها دوباره در میاد کف ها، یعنی تمام اتفاق پدیده هایی که مربوط به گذشته است و فراموش شده بود دوباره در حال رو آمدن و در حال پدیدار شدن. گزارش اشترن رو فکر نمی کنم هیچ آدم متمدنی بتونه تو تش رو بخونه. این یکی از اون جوان هاست، یکی از بچه هاییست در افغانستان، افغانستان امروز، مردم شریف متمدن، یکی از بهترین مردمان دنیا مردمان افغانستان هم. هیچ کس نمی تونه تردید بکنه. ولی ببینید مذهبیون چه کردن در اونجا. خب آقای دوشبه، این لوات و چه میدونم بچه بازی و اینها در باهایت راجبه صحبت هم شده؟ فقط در یک مورد من میدونم که حضرت بهاءالله وقتی که دارن راجبه عفت و عصمت صحبت میکنن فقط اشاره به این مطلب میکنن و میگن من شرم دارم راجبش حرف بزنم. راجبه لوات عرض کنم که باعث تأسف هست که آیین هایی که برای پرورش انسان، پرورش اخلاق، ایجاد روحانیت، تعادل بین زندگی مادی و معنوی در طول تاریخ اومدند، هرچقدر قدیمی تر باشند خب متاسفانه دارای مقدار زیادتری از این فرضیات هستند که شاید هم در اصل این ادیان به هیچ عنوان وجود نداشته وارد شده. ولی خب تندروهای مذهبی کافی برگردند و چنین چیزهایی رو در اثری، سندی، تاریخی ببینند و بخوان اون رو برای خودشون اصلاح کنند. اصولا تندروی مذهبی کسی هست که از مذهب یک استفاده ابزاری برای قدرت میکنه. بنابراین این دیگه مذهب نیست، این دیگه ایمان نیست، این دیگه باور نیست. استفاده ابزاری ازش داره میشه برای قدرت، برای ثروت و نفوذ. بنابراین واقعا از دید من باورمندان به همه ادیان، چه اونهایی که دور این میز هستیم، چه اونهایی که در قسمت‌های دیگه دنیا هستند و در جزء ما نیستند، اینها باید به باورهای خودشون خیلی محکم نگاه بکنند و خودشون رو از آلودگی تندروهای مذهبی و کسانی که از باور اونها دارن سوء استفاده های اینجوری میکنن پاک بکنن و راجبش حرف بزنن. بدبختی در اینه که به قدر کافی راجع به اینها صحبت نمی کنند خود باورمندان. و خب البته این هم یکی از اون گفته های قدیمی است که گناه کسانی که ساکت می نشینند و چنین چیزهایی رو نگاه می کنند به اندازه همونهایی که خودشون عاملین چنین جنایت هایی هستند. مگر نه آخه چطور باید یک انسان رو ازش استفاده جنسی، فرقی به دختر و پسر هم نمی کنه، با چه چیزی باید استفاده جنسی از یک انسان کرد؟ شرم‌آوره. همونطور که حضرت بهاءالله فرمودن انسان شرم داره که راجع به
اینجور چیزا اصلا صحبت کنه. متشکرم. ممنونم. واسه میگم قبل از که از آقای ابراهیمیان بریم سراغ خود آقای وسیق. آقای وسیق چه خبر در افغانستان؟ منطقه هلمند و افتخار شده بچه داشتن، دزدیدن بچه‌های مردم. باید خدمت بیردای گرامی یاد بکنم که البته این چیز تازه نیست، از دیر زمان در اون منطقه هلمند و قندار و البته در دیگه جای افغانستان هم بعضا در صفات شمال هم بسیار اندک بوده، اما در قندار و اینجا بین همین گروه های متاسفانه خود را بسیار متدین هم میگیرن، ولی با تاسف که همین امی اخلاق بسیار پایین بچه بازینا در بینشان رواج داشته و تقریبا همه میدانن از این کار. با تاسف که بعد از اینکه جنبش های اسلامی به افغانستان رونما شد و بیشتر یک ذره رونق گرفت به اصطلاح خودشان، فکر کردیم شاید یه چیزار خود از اینا کنار بگذارن، ولی نه، عادت و رسوم تقریبا هست و هنوز هم در بینشان وجود داره و با تاسف که میبینن دختران فرزند پسران لباس دخترانه میپوشانن میرقصانن و کسایی که مرا بسیار رنج میده ایست که کسایی که در اینجا نشستن اینا کسایی هستند که نماز میخوانن، اینا کسایی هستند که شاید حج میرن، اینا کسایی هستند که خود را مسلمان میگیرن و اینا کسایی هستند که به نام اسلام خود را میگن، به نام اسلامی که خود از اینا اسلام قبول کردن خود را میکشن، ولی اصلا از اسلام خبری نیست در بینشان، کاملا یک حرفه شده، یک پیشه شده، یک ابزار شده ازش استفاده میکنن و دین هم لکدار میکنن، بشریت را هم لکدار میکنن با این کار خود و جای بسیار تاسف و تعلم است. عکسی چاپ کرده اشترین از دختری که پدرش بهش تجاوز کرده، پدر مسلمان، دختر محجب است، مردم دختر و جنین تو شکمش رو هر دو رو به هم آتیش زدن. ما بعد چنین به جایی که پدره رو آتیش بزنن، دختر بیچاره رو در آتش سوزاندن به سبک سوزاندن جاندار. آقای دکتر ابراهیمیان بفرم. ببین، انحرافات های جنسی در تاریخ دنیا همیشه بوده، در خیلی فرهنگ ها بوده. اون چه که من میتونم اضافه کنم اینه که در فرهنگ هایی که اولا اونهایی که در آموزش های مذهبی از بچگی میبرن آموزش پیدا میکنن، اون تابو، اون در حقیقت تعلیم و تربیت مذهبی به مسائل سکسی جوری دیگه نگاه میکنه تا دنیای امروز. و گفته شده در بعضی از تربیت‌های مذهبی، مثل مثلا تربیت آخوندها در ایران، تربیت کاتولیک‌ها، چون بچه رو از بچگی میگیرن، 5 سال 6 سالش میره تو این آموزش و اون گناه رو در ایجاد میکنن و جدایی رو بین روابط دختر و پسر و زن و مرد ایجاد میکنن، اینه که این انحرافات سکسی در این دو گروه بیشتر هستش. در پروتستان‌ها خیلی خیلی کمتره، برای که پروتستان‌ها کسی که تربیت میشه برای آموزش مذهبی معمولا وقتی که بلوغ پیدا کرده انتخاب میکنه، و در اونایی که این انتخاب وجود نداره و از کودکی اینها را در این راه در حقیقت میگیرنشون و تربیتشون میکنن، انحرافات سکسی وجود داره. در سالهای گذشته، در 100 سال گذشته، انحرافات سکسی در واتیکان بلوا به دنیا کرده که ثبت شده است که اصلا علتی که تمام پوپ ها در 100 سال گذشته انتخاب شدن، یکی مسئله حساسشون این بود که بعضشون خواستن و نتونستن، یا نتونستن و نخواستن که در این مورد صحبت بکنن، برای که واقعا این موضوع در دنیای کاتولیسم، در دنیای واتیکان خیلی خیلی رخنه پیدا کرد. و در فرهنگ ایران هم، در فرهنگ تربیت آخوندها این بوده همیشه، در کتاب ها، نوشته ها، داستان ها هست و وجود داشته و وجود داره، کما اینکه ما وجود این که احمدی نژاد انکار کرد که در ایران انحرافات جنسی سکسی مرد با مرد وجود نداره، اصلا گفت اصلا نیست، قبر رو تخته‌ای کرد و در واقع امتیاز گرفت در این موضوع. من امیدوارم که در بحثی که اینجا میکنیم، دوست عزیزم که از من خیلی بیشتر مطلع در این مورد، از نظر روانی بیشتر اطلاعات بدم، ولی من اینجوری میتونم عرض بکنم که
گرفتاری اینه که وقتی که تربیت‌های مذهبی از سالهای کوچیک افراد رو سوا می‌کنه از جامعه و نوعی که مذهب و بعضی از افکار مذهبی به مسئله سکس نگاه می‌کنه، متأسفانه خیلی در مورد پایین‌تنه در این مذاهب خیلی خیلی بیشتر صحبت میشه، بیشتر اصرار میشه، به مسائل دیگه کمتر توجه میشه و این باعث شده که اتفاقات به این شکل بیفته و حقیقتی است که هست. یه موقع یا تو ما شمیانه ما دارید راجب دگر باشان جنسی حرف نمیزنیم، یه مسئله همجنسگرایی اصلا یه مقوله دیگری است، ما داریم راجب لواط فحشای مردانه یا ترویج فحشای مردانه توسط مذهبیون داریم صحبت میکنیم. اینا خیلی به هم متفاوتن. متاسفانه در گفتمان ما گفتشونت هایی که معمولا در میگیری بر سر این موضوع ما اغلب اینا رو به هم ترکیب میکنیم، یعنی همه رو از یک جنس میبینیم، همه رو از یک مبادا از این بابت دوچار خطا بشه. ممنونم آقای دکتر انوشیروانی، بفرمایید. آقای میهودی، فرهنگ ایران فرهنگ سلحشوری، فرهنگ پاکی، فرهنگ مردانگی، نه اینکه کاری که مردانگی یک آیین زندگی است، یک روحیه است که اون چیزی که در دوران قاجار به عنوان لوتیگری شناخته میشد، جوانمردی. ما اصلا واژه جوانمردی من هنوز نتونستم در انگلیسی یا فرانسه برابرشو پیدا کنم، هم چیزی نیست که معنی جوانمردی که ما در فارسی داریم برسون. فرهنگ ما این فرهنگ بوده، نه فرهنگ ایران کنونی. فرهنگ ایران بزرگ در تاجیکستان، در افغانستان، در عراق، در کشورهای دیگری که فرهنگ ایران پا بر جا بوده، کجا این سخنها بوده؟ در شاهنامه شما اینجور سخنان میبینید؟ سخن از بزرگی، پهلوانی و مردانگی است و دوستی و مهربانی به جای خود. اینها فرهنگ ماست. ببینید با فرهنگ ما چیکار کردن از آن روزی که افغانستان و تاجیکستان و ایران به این فرهنگ نابجای عرب گرویدن که بله بعد از اون بدتر از اون هم اومده. بعد از اون میگن که نام عربی کمه، باید بیشتر بشه. 12 ماه عربی کمه، باید بیشتر بشه. همه چیز عرب، عرب، عرب. تا کی ما میخواییم دنبال این راه رو بگیریم و سخن از این به راستی کثافتکاری ها که تنها فرهنگ عرب اینا رو برا ما آورده. من بیمارانی بودن، اگه بخواین من درباره سخن میگم، در هر دور زمان بیمارانی هستن که این کار چرا این کار میکنن، در قیافه یک بچه میخوان ترس ببینن، وحشت ببینن، گریه ببینن. لذت جنسی اینها برابر شده با ترساندن، با زجر دادن، و در یک بچه با زناشون هم همین کار میکنن. با یک بچه وقتی این دارن دیگه این منتهای حالا یک چیزی من فقط خدمتتون بگم، یکی از موارد مذموم در ادبیات یونان هم به همین موضوع بچه بازی، بله، یعنی فقط مربوط به یک گوشه از دنیا اشاره کردن دوست در ادبیات یونان، حتی در تاریخ یونان بارها در این زمینه ذکر شده. حالا اصلا یه عادت بود، یه عادت رایج بود در دوره افلاطون و ارسطو اینها. حتی نقش دین، ببین وقتی دین میگه شرم داشته باشین از مشروب خوردن، شرم داشته باشین از این واژه کثیف، وقتی میگه شرم همه کنجکاو میشن، میگن این چیز بسیار خوبی باید باشه. مشروب که پیغمبر ما گفته نخورین، این باید خیلی خوب باشه. و وقتی تنها هستم نصف بطری رو میخورم که میخورن اون کارا رو هم میکنن. تشکر. کارهای دیگرشون هم به همون صورت. تشکر. میدونم که بفهم قطع میکنم صحبت دوستانا. میدونی که در همچین که شما فهمین در یونان قدیم المپیکی که الان ما بهش خیلی احترام میذاریم ستایش سکس مرد بوده. در حقیقت در اون قبیله، در اون ویلج، در اون دهکده‌ای که المپیک انجام میشده، زن و دختر حق ورود نداشته. مردها لخت بودن و ورزش‌ها و تمام اون چیزی که انجام میشه در داخل اون منطقه فقط و فقط به وسیله مردها انجام میشده. یه در حقیقت بودم عرض می‌کنم این بحث به فرهنگ، کاری به مذهب به اون شکل نداره. فرهنگی است که در حقیقت این قضیه رو اداره میکنه و فرهنگ قدیم ایران این قضیه رو نداشته، در یونان بوده
در بعضی از مذاهب هم به علت فشارهایی که ایجاد کردن این قضیه به طور عملی ایجاد شده که اون قپش رو از دست داده. بشکر عرصه ادبیات فارسی هم پره از شاهد بازی، پره، یعنی با صراحت تمام بسیار از شعرهای بزرگ ما حتی در این زمین نه انکار کردن نه چیزی رو پنهان کردن. یعنی البته به خاطر جدایی جامعه زنانه از مردانه بوده، جدایی جامعه و بله فرهنگ عرب نگید نه الان شما نمیدونم مصر بودی، من تو که بعد از کشور عرب زندگی کردم خیلی بحث به این موضوع تقریبا نیست. شما بعد از ساعت تقریبا... بعد از ظهر یک زن در خیابون میبینید؟ نه نه اونا که میگم که هست که اونا که قطعا، یعنی میگم منحصر نکنیم به یک قوم و قبیله، اونها ما دور میشیم میگه فقط یه بچه قضیه بیا یه بوده. آقای دکتر، آقای دکتر ارشاد بفرمایید. همینطور که شما گفتید آقای بهبودی، در یونان و روم به طور رسمی بوده و در ایران هم داریم، در جنوب ایران. من یادمه که حدود 60 سال قبل دو تا برادر در ایران جهانگردی میکردن، برادران امیدوار، و من کتابشون رو خوندم. و اینا به طور کامل شعر میدن که در جنوب ایران پسرها رو عقد میکردن، در جنوب ایران، در ایران هم بوده. در کتب مسیحی فقط در کتاب رومیان یه اشاره ضمنی شده به این کار و جریمه‌شو مطابق تورات مرگ میدونن، مرگ برای هر دو و دیگه چیزی راجبش گفته نشده. تشکر میکنم، ممنونم. آقای وسیم چیزی دارید بگید دکتر اضافه کنید؟ فقط یک نقطه از این خاطر اضافه بکنم که از دید اسلام، از دید قرآن کریم برمیگرده به قوم لوط که از اون دوران شروع شده بود اصلا. یعنی قرآن کریم یاد میکنه که شما کار را انجام میدین که ما سبقه کن بها من احد من العالمین، همینطور یک آیه هست که یعنی در عالم کسی چنین انجام نداده بود. در دوران حضرت ابراهیم که برادرزادیشان لوط بود، از اون دوران بیشتر شاید شوی او پیدا کرده بودن. تشکر. برای ما داریم اینجا درباره یک پدیده صحبت میکنیم که توش در روز سرقت آدم روباییز میریزن تو خونه شما، یه نفر یه پسر بچه رو انتخاب میکنن به خودشون میبرن. شیرین وقتی اعتراض کرده به فرمانده پلیسی که وارد خانه او شده بوده وقتی داشتن بچه رو میدوزیدن، اسلحه کشته برای چی؟ برای یه دختر خانمی که توی خونه بوده فریاد میزده جیغ میزده، اسلحه میگه تمام اعضای خانواده رو میکشیم، این پسر رو فراموش کن. پسر به خودشون هم دارن میبرن، مورد تجاوز قرار میدن. یعنی ما داریم از یه همچین پدیده ای سخن میگیم که توش هر رقم جنایت و تبهی وجود داره. جون آقای بفهم جون. همونطور که دوستان عزیزم ذکر کردن، خصوصا جناب وسیق هم فرمودن که این مسئله در اسلام بسیار مذموم هست، ولی میبینیم که بسیار رایجه. اگر ریشه یابی بکنیم میبینیم که مثلا در ایران قاجار ما، دوران قاجار، حتی برگردیم از دوران صفویه به بعد تا دوران قاجار، میبینیم که به دلیل جدا کردن دختر و پسر و به دلیل اینکه خانم ها نمیتونستن در کنار آقایون باشن، اصلا یک دنیای جدایی مردها برای خودشون درست کردن. و از اونجایی که شعور و فهم و مسئولیت هم نبود، خب میبینیم که همه چیز به تدریج رایج میشه. در حیطه هنر هم همینطور میبینیم، مثلا از اونجایی که خانم ها نمیتونستن بیان آواز بخونن یا برقصن، باید بچه های کوچکی رو میگرفتن، این بچه های کوچک رو اخته میکردن، پسرهای کوچک رو، که اینها بتونن نقش خانم ها رو بازی بکنند. و در نتیجه از نظر ریشه یابی مشکل جدا کردن زن و مرد بود در یک جامعه، حالا به هر دلایلی که بوده که این کار رو میکردن. یکی از آموزش های آیین بهایی مجدداً ترکیب این دو جامعه با هم بوده و مجاز کردن و تشویق کردن دخترها با پسرها در کنار هم درس بخونن، در کنار هم بزرگ بشن. این برداشتن حجاب، مسئله محرم و غیر محرم رو کنار گذاشتن و به اونجا رسیده که از نظر باوری یا ایمانی، مثلا یک بهایی بر این باور هست که یک ذره عفت و عصمت بهتر از 100 سال عبادته یا 70 سال عبادت. مثلا یه جمله هست که الان خاطرم میاد، این هست که وقتی بچه ها از کودکی با هم بزرگ بشن و جدا نشن از هم، به همین جور هم بزرگ که شدن در کنار هم باشن، میبینیم که بسیاری از اون دلایلی که در گذشته
سبب اونجور انحرافات بود به تدریج برداشته میشه. متشکرم.